خبرگزاری رویتر گزارش داد حکومت ایران به نیروهای مزدور وابسته به خود در عراق موشکهای بالستیک تحویل داده است. رویتر به نقل از منابع خود در ایران و عراق نوشت هدف از انتقال این موشکها توسعه ظرفیت نظامی رژیم ایران برای هدف قرار دادن برخی از کشورهای منطقه است. رویتر افزود هر علامتی که رژیم ایران را در حال آماده سازی سیاست موشکی تهاجمی تری در عراق نشان دهد تنش های بین این رژیم و واشنگتن را که اکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد باز هم تشدید خواهد کرد این اقدام همچنین باعث شرمساری فرانسه، آلمان و انگلستان خواهد شد که در تلاش برای حفظ توافق اتمی هستند گزارش رویتر می افزاید موشک های زلزال فتح 110 و, و زلفقار دارای بردهای 200 تا 700 کیلومتر هستند و اگر در جنوب یا غرب عراق مستقر شوند می توانند ریاض پایتخت عربستان یا تلاویف در اسرائیل را هدف قرار دهند. نیروی قدس سپاه پاسداران در هر دوی این مناطق عراق پایگاه دارد. سمنبه گفتند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس بر این برنامه نظارت دارد. رویتر در گزارش ویژه خود همچنین می نویسد منابع غربی میگویند تعداد موشک منتقل شده از خاک ایران به عراق به دهها فروند می رسد و هدف از این انتقال هشدار به ایالات متحده و اسرائیل بعد از حملات هوایی علیه نیروهای رژیم ایران در سوریه است منبع غربی گفت به نظر می رسد رژیم ایران در حال تبدیل عراق به پایگاه جلودار موشکی خود است در گزارش ویژه رویتر همچنین آمده است دولت و ارتش عراق هر دو از هزار نظر در این رابطه خودداری کردند اما منابع ایرانی و یک منبع اطلاعاتی عراقی گفتند تصمیم مبلی بر اینکه از شبه نظامیان عراقی برای تولید و ساخت ها در عراق استفاده شود 18 ماه قبل گرفته شده است منابع غربی و عراقی گفتند کارخانه هایی که برای ساخت موشک در عراق استفاده شده در از زعفرانیه در شرق بغداد و جرف و سغر در شمال کربلا قرار دارند. یک منبع رژیم ایران گفت یک کارخانه نیز در کردستان عراق قرار دارد. این مناطق توسط کتائب حزب الله وابسته به رژیم ایران کنترل می شوند و آنها در این رابطه آموزش داده شدند. رویتر افسود یک مقام آمریکایی تایید کرد که رژیم تهران طی ماهای گذشته موشکهایی را به گروههایی در عراق منتقل کرده است